راستی چرا امروز اینجا جمع شدیم؟ بگذارید با تم سازمان ملل که برای سال 2014 اعلام شد سخنم رو شروع کنم. Equality for women is progress for all. برابری زنان پیشرفت برای هم است. این حرف کوتاه اما بسیار پرمعنی و دقیق نشون میده که زنان در پی برتری جویی و جایگزینی مرد سالاری با زن سالاری نیستند. زنان نمیخواهند مثل و یا عین مرد باشند، چون این دو جنس تفاوت‌هایی دارند، فیزیولوژیک، آناتومیک، هورمونی، ژنتیکی. زنان تساوی جو، برابری خواه، اونهایی که به فمینیست معروف شدن، میخواند همه انسان ها، مرد و زن، از سلطه کلیشه های محدود کننده جنسیتی آزاد بشن. میخوان از روابط نابرابر و ستمگرانه قدرت آزاد بشن. میخوان همه، مرد و زن، از فرصت ها و امکانات برابر برخوردار باشند. اونها زن رو در مقابل مرد قرار نمیدند. اونها این دو رو جنس مخالف یا حتی مقابل نمی نامند، بلکه دو جنس متفاوت. و تازه جنسیت رو هم علم امروز، علم بیولوژی، جامعه شناسی، روان شناسی، آنتروپولوژی، انسان شناسی نشون داده که نقش‌های جنسیتی یا اون چی که در انگلیسی میگیم جندر رولز، اینها بر ساخت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و روانشناختی هستند. و نه هیچ کدوم این باید و نبایدهای مردانگی، زنانگی، هیچ کدوم نه از آسمان افتادند نه روی سنگ نوشته شدند. همشون تغییر میکنند و تغییر کردند. زندگی خودمون رو، نقش خودمون رو، باید نبایدهای امروز رو مقایسه کنید با پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها. فرهنگ‌های مختلف رو با هم مقایسه کنید. اگر همه چی بیولوژیک بود، اگه زن جنس ضعیفه هست، پس چرا اینقدر تغییر و تنوع ما می‌بینیم؟ و نه تنها این، نه تنها نقش‌های ما، هویت‌های ما بر ساخت‌های اجتماعی تاریخی هستند، یعنی سوشال کانستراکت هستند، بلکه خود حتی جنسیت و سکشوالیته هم دوگانه‌های متباینی که ما تصور می‌کنیم نیستند. خوشبختانه امروز می‌دونیم که سکشوالیته، جنسیت یک طیف هست. در درون هر زنی خصلت‌های مذکر به اصطلاح وجود داره و در درون هر مردی خصلت‌های مؤنث. و تازه خیلی ها نه مؤنثن نه مذکر، یا هم مؤنثن هم مذکر، یا یه چیزی بین این دو. امروز دیگه آنچه که کویر نامیده میشه، حالا در زبان فارسی متاسفانه ما این لغات رو معادل خوب نداریم براش. شاید در فارسی بعضی ها کویر رو بگن یعنی عوضی. حالا میدونین این به مفهوم منفی به کار میره، ولی واقعیت اینه که ما اقلیت‌های جنسی هم داریم. ترانسکشوال داریم، بایسکشوال داریم، هوموسکشوال داریم، همجنسگرا، دیگر باش، نه همجنس باز. لطفاً این لغت رو به کار نبریم. خب اینا واقعیت هاست که امروز خوشبختانه در خیلی از جوامع متمدن حقوق انسانی اینها رو به رسمیت شناختن. اینها رو از جامعه حذف نمی کنن. اینها رو دیو و کثیف و وحشتناک نمیدونن. میگن خب این تفاوت هاست. تازه اگه به خدا اعتقاد داریم، اگه واقعا مسلمان و مسیحی و نمیدونم یهودی و زرتشتی و غیره هستیم، خب خدا اینا رو آفریده، از آسمان که نیفتادن. پس ما امروز نه تنها به مرد و زن متفاوت باید نگاه کنیم، اصولا به جنسیت باید یه خورده اون تعصب ها و کلیشه ها رو یه خورده آزاد کنیم، یه خورده راحت، یه خورده مدارا جویانه تر، و بدونیم که آسمان به زمین نمیاد اگه همه یک جور رفتار نکنن، اگه همه یک جور عشق نورزن.
خب نزدیک 200 سال طول کشیده که ما به اینجا برسیم. به قول دوست عزیزم مامک، خیلی ها مبارزه کردن، خیلی ها زندان رفتن، شکنجه شدن، خیلی ها سوزونده شدن. یه ده تو خود همین آمریکا یا اروپا به عنوان جادوگر، وقتی شما که این خانمی رو که چقدر کار قشنگی بود مامک و خانم مطلبی، که شما با موسیقی خودتون در قلب ایروان تو آمریکا در کنار ساحل اقیانوس سه آرام اومدید و زنهای روستایی ما رو هم مخلوط کردید، صدایمون رو هم همراه موسیقیتون به گوش ما رسونیم. خیلی کار قشنگی بود. این زمان ما که میگیم به این خانم میگن تو روستا دیوانه، چرا؟ چون اون فراتر از اون نرم ها و قاعده های مرد سالارانه لابد داره حرکت میکنه، ولی اون که آزاری به دیگران نمیرسونه، لابد داره اعتراض داره به اون کلیشه هایی که محدودش کرده. اما 200 سال طول کشیده تا ما اینجا باشیم امروز و حتی بتونیم برخصیم بدون اینکه احساس گناه بکنیم، مرد و زن با هم برخصیم. اینها مادر بزرگان ما، مادران ما، پدران ما که حمایت کردن از اون مادر بزرگا و پدر بزرگا ما رو به اینجا رسوندن. ما رو دوش اونها سوار هستیم و هرگز نباید اونها رو فراموش کنیم و جوانانی که امروز راه اون نسل ها رو دارن ادامه میدن. امروز این مبارزات که تحت عنوان مبارزات برابری جویانه یا فمینیستی معروف شده، در واقع به یک گفتمان جهانی تبدیل شده، به یک اخلاق فمینیستی تبدیل شده که داره یواش یواش تو ایران هم جا میفته، یواش یواش داره پخش میشه. چرا که ما داریم یاد میگیریم که همیشه که زن زیر سلطه نبوده، همیشه که زن جنس دوم تو سری خور حساب نشده. حتی اکثر در تاریخ انسان 5000 سال بیشتر نیست که پدر سالاری اصلا ظهور کرده و شاید 3000 سالی که به صورت یک مناسبات غالب در اومده برای جوامع مختلف. اما همونطور که بردهداری ملغا شد در اثر رشد فکر بشر، تحولات تکنولوژیک، تحولات اجتماعی و فلسفی و دیدگاهی، بردهداری ملغا شد، سلطه روی زن، ستم دیدگی زن و جنسیت گرایی هم مثل نژاد پرستی و بردهداری ملغا شده، حداقل قانونا در خیلی از کشورها ملغا شده. اما این روابط اینقدر دیرینه است و اینقدر در ابعاد مختلف زندگی ما، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنر، مدرسه، ادبیات، خانواده، سیاست، دین، به خصوص در دین که خیلی دیرتر و آهسته تر تغییر پیدا میکنه، اینها هنوز ریشه داره و بنابراین ما مجبوریم در همه جانبه مبارزه کنیم. به طور فردی خیلی ها مبارزه کردن و خیلی هم با ارزش بوده، اما مبارزه جمعی و متشکل زنان بوده که تونسته تغییرات مهم به وجود بیاره. به همین دلیل هست که روز جهانی زنان اهمیت پیدا میکنه، به همین دلیل هست که ما امروز اینجا جمع شدیم، چرا که روز جهانی زنان سمبول این مبارزات نزدیک 200 سال، مبارزات متشکل زنان در نقاط مختلف دنیا هست. این مبارزات چی میخواسته؟ اولا میخواسته زنان مثل مردها در دنیای مدرن، در کشورهایی که دموکراسی به خودشون میگن، شهروند حساب بشه، در ساختن دموکراسی و نحوه اداره این دموکراسی شرکت داشته باشه، رأی بده و انتخاب بشه و انتخاب بکنه. در خود آمریکا فقط تازه از سال 1920 به بعد زنها تونستن شهروند حساب بشن و حق رأی به دست بیارن. کسب حقوق برابر در همه زمینه‌ها، رهایی از تبعیض، سلطه، خشونت، دسترسی به علم و مدارس نوین، حق اشتغال و کسب درآمد، حق کنترل روی بدن و تولید مثل، روی جنسیت، روی انتخاب پوشش، روی حق عاشق شدن و عشق ورزیدن، حق سهیم شدن در مدیریت و سیاست گذاری و بسیاری حقوق دیگه. و بیش از 100 ساله که از تاریخ روز جهانی زنان میگذره. این روز به طور سمبولیک اهمیتش به خصوص از این جهته که دولت‌ها این روز رو ایجاد نکردند،
از بالا نیومده، از پایین با مبارزات خود زنان و حمایت بعضی مردان به دست اومده، اما به تمام دنیا امروز میخشه کویده. یعنی به تدریج سازمان ملل اولا به رسمیت شناخت این روز جهانی رو که فرا طبقاتیه، فرا ملیه، فرا مرزیه، فرا دینیه، فرا مسلکیه و کشورهای مختلف هم به تدریج اینو به رسمیت شناختن. خود آمریکا در دهه 80 به رسمیت شناخت. اما راستی چرا روز به این زیبایی که میتونه روزیه که ما در واقع میخوایم دور هم جمع بشیم به دستاوردها و سهمی که زنان در ایجاد جامعه و تاریخ و بشریت داشتن در جنبه‌های مختلف قدردانی کنیم و در این حال ببینیم چه مشکلاتی هنوز پابرجاست، چون ما خیلی راه تو سختی رو اومدیم ولی هنوز خیلی مشکل داریم، هنوز خیلی زنان ما مسئله دارن در زمینه‌های مختلف. خب چه اشکالی داره این روز؟ این روز به این زیبایی چرا مثلا در کشور ما هنوز جز ممنوعاته؟ چرا وحشت دارن که دی زنان با همراه مردان حامی اونها دور هم جمع میشن یه همچین روزایی به بحث مبادله بپردازن، جشن بگیرن پیشرفت ها و دستاوردهاشون رو؟ راستی چرا؟ البته من در روزنامه اعتماد اخیرا خوندم که گویا برای اولین بار خانومی که از زنان مبارز هست، خانم شهین دخت مولاوردی که امروز در واقع معاون امور زنان و خانواده انتخاب شده توسط آقای روحانی، برای اولین بار به مناسبت 8 مارس با زنان فعال گروه های غیر دولتی نشستی داشتن و با هم گفتگو و مبادله افکار کردن. البته این خانم خودش چون قبلا با گروه های غیر دولتی کار میکرد، زن روشن و ترقی خواهی هست، خب این کار جالب رو انجام داده. شاید یه تبویی داره میشکنه. بگذارید امیدوار باشید.